کتاب زندانبان یهودی نوشته سید سعید هاشمی نویسنده شاعر و رمان نویس از سوی انتشارات جمکران در 268 صفحه چاپ و منتشر شد هاشمی این بار در جدیدترین اثر خود به سراغ زندگی و زمانه امام موسی کاظم علیه السلام رفته و روزگار پرخفقان اواخر عمر این امام بزرگوار رنجها و سختی را روایت می کند که در زندانهای بنی عباس به ایشان تحمیل شده بود دوره ای که امام کاظم علیه السلام و فرزندان ایشان در آن میزیستند به ویژه برای شیعیان از دوره بسیار با اهمیت است در این دوران شبکه وکالت سامان مشخصی گرفته و سازمان یافته بود همچنین در این دوره فلیات های شیعیان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی وجود داشت و قیام‌های بسیاری علیه حکومت عباسی شکل گرفت به همین دلیل امام کاظم علیه السلام به عنوان امام و پیشوای شیعیان همیشه از سوی حاکمیت وقت تحت نظر و زندانی بودند ماجرای کتاب زندانبان یهودی در چنین روزگاری روایت می شود. زمانی که امام کاظم علیه السلام تحت نظارت شدید امنیتی در زندانهای مختلف نگهداری و از زندانی به زندان دیگر منتقل می شود. سندی بن شاهه که رئیس شرطه های بغداد که به صفاکی و دشمنی با شیعیان و علویان شهره است امور را در دست دارد. سندی یهودی است که به ظاهر مسلمان شده و در پی شناسایی سازمان وکالت است و افراد سازمان وکالت را زیر نظر دارد و نمیخواهد مردم هیچ ارتباطی با امام علیه السلام داشته باشند در غیر این صورت دستگیر و شکنجه می شود.